چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتابو میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چه لبخندی به این آینه بخشیده، چقدر آینده با تو برام خوب و دلنگیزه، دیگه برگی از این پاییز نمیخوش که نمیریزه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر سبزی، چقدر ساده، چقدر مهتابو میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، چقدر عاشق شدم با تو. به به، عجب آهنگی بود واقعا، که لذت بردم و امیدوارم شما دوستای عزیزم که گوش کردین و تماشا کردین لذت برده باشین. بله، خبر خوش اینه که در خدمت هلن عزیز هستیم، سلامی میکنیم خدمتش و خوش آمد میگیم که هلن جان بالاخره چند سال ما منتظرت هستیم دیگه، تنبلی میکنی نمیای دیگه. خوبی هلن جان؟ خیلی خوش آمدی. سلام به شما، به بینندگان عزیز که الان چند وقتی هست دیگه. آره دیگه. خیلی وقت نیومدی دیگه. آره هلن جان، اصلا آدرستون یادم رفته بود. بله دیدم، یکم دیر اومدیم، ببخشید. حالا خوشحالم که اومدی هلن جان. دوستای عزیز، همینجور که میدونین دلیلی که هلن جان امروز پیش ما هستن، بالاخره افتخار دادن، قدم رنجه فرمودن، تشریف آوردن، ما براشون فرش قرمز هم انداختیم، بلیز قرمز هم پوشیدیم به خاطر هلن. همه چیز ما قرمزه، صندلی قرمز گذاشتیم. بله، به خاطر اینکه هلن عزیز این دفعه در جشن مهرگان ما افتخار دادن باشن و واقعا نه تنها من خوشحالم، یک شهر خوشحاله، تمام لس آنجلس خوشحالن که این صدای جاودانه و مخملی رو دارن. و هلن دیگه قراره اونجا رو بتره کنی دیگه. چند تا بمب و این چیزا میذارم تو جیبم، میارم بتره کنم اونجا. خب به هر حال صدات بسیار زیباست هلن جان. و هلن نه تنها صداش زیباست، بلکه شخصیتش زیباتر از صداشه. میدونم که
یه خورده راف تایم داشتی، الان هم هنوز داری، نمیدونم اگه دوست داری راجبش بگی برای دوستامون یا میخوای صحبت نکنی راجبش. میخوای راجب با هم بگی؟ الان آره روبه بهبودیه ایشالا که آره منتظریم یه تکونه یه معجزه کوچولو. بله معجزه همیشه میشه من اصلا آره. خیلی اعتقاد دارم آره. تا به حالش معجزه شده. خب خدا رو شکر. بسیار بسیار براش ایشالله دعا میکنیم. بسیار با شخصیت بسیار آغاز و میفهمم که برات یه خورده سخت‌تر شده چون واهان عزیز همه کارا رو میکرد دیگه، میدونی فقط تو خوانندگی میکردی دیگه، بقیه کارا دست واهان بود و اینا. حالا امیدواریم که اون روز رو ببینیم که دوباره واهان برگرده و بتونه کارات انجام بده. به هر حال به قلب پاکت و تمیزت و قلب بزرگت افتخار میکنیم. امیدواریم که همه چیز خوب باشه انشالله. آره با دعاهای مردم. آره واقعا ببین همه دوستت دارن هلن. میدونی من یادم میاد اولین خاطره که ازت دارم، هنوز تلویزیون باز نکرده بودم، در شرف باز کردنش بودم و فکر میکردم و اینا. اون موقعی که اصلا به لس آنجلس یا سلام میکردم روشون رو برمیگردون در جواب سلام نمیدادن، 11 سال پیش توی ساختمان ایرانیا چیز کرده بودم، اومده بودم برم جام جم پیش کوروش بیبیان و اینا. من آسانسور رو زدم، یک دفعه تو از آسانسور اومدی بیرون و من گفتم هلنی؟ هلن؟ اصلا شوکه شده بودم، خیلی خوشحال شده بودم که آره هلن. بعد دیدم که چقدر خاکی، چقدر با شخصیت، چقدر مهربون. گفتم خدایا هیچ کی جواب سلام من نمیده، چطوری هلن منو بغل کرد، ماچ کرد، نمیدونم تحویل گرفت. یعنی واقعا به شخصیتت واقعا احترام میذاریم هلن جان. و یه چیز دیگه هم که بگم، من خیلی احترام برای دوستای ارامنمون قائل هستم به خاطر وفاداریشون. شما خیلی میای گلندل؟ من آره من دوستای گلندلی زیاد دارم، از همشون یکایکشون اینجا ازشون تشکر میکنم، همشون رو لاف دارم. برای اینکه ما یکایک ما ایرانی ها دلمون میتپه برای ایران، ولی گلندلی ها یه جور دیگه میتپه، مثل اینکه ضربان قلبشون خیلی بالاتر میره. خیلی همه برنامه ها رو ساپورت میکنن، خیلی وفادار هستن. من صمیمیترین دوستم ارمنی بوده که با هم همکلاس بودیم و اینا، هنوز آناهید I love her و از همینجا بهش سلام میکنم. خب برامون تعریف کن، بگو از کی شروع کردی خوانندگی رو؟ من از کی شروع کردم؟ او خیلی وقته، حدود ما 95 به طور چیز اینجا که اومدیم رسمی شروع کردیم. من چون آلمان بودم، آلمان از اونجا میخواستیم برای شرکت ترانه، من یه کاست پر کرده بودم، بعد گفته بودن که بعد بیاین اینجا، نمیشه از اینجا تا مثلا اروپا، خب سخته دیگه اگه آدم بخواد یه کاری رو بکنه باید همونجا بکنه دیگه. آره نمیشه، سخته. از 95 دیگه 97 اولین سیدیم بود دیگه اقیانوس. اولین آهنگت چی بود؟ اولین آهنگی که کولی بود، کولی اولین ویدیو من بود که شروع کردم به طور رسمی پخش شد و اینا. دیگه چند تا آهنگ تا حالا خوندی با هم؟ چند آهنگ توی سیدی اولم بود یا اصلا کلا؟ نه به طور کلی. چند کلا؟ من الان 8 تا سیدی دارم. بعد هر سیدی چند تا آهنگ کشه؟ بعضی 7 تا 8 تا دقیقاً. من الان تمام اسمای آهنگام چیزه، ولی روحم فکر کنم یه حدود 150 تا آهنگ دارم. خیلی از آهنگام هم مثلا ویدیو نشده، یعنی اونجوری با اینکه ویدیو هم نشده ولی خب آهنگه گرفته. غیر از فارسی چه به چه زبانی میخونه؟ فارسی دو تا سیدی ارمنی هم، ارمنی هم داری؟ پرودوس کردیم. بعد دو تا از آهنگای ارمنی که خیلی معروف بوده و کوجی زادوری هم چیز ویدیوشو کرده، مرتب فکر کنم پخش شده دیگه اون موقع. بله. ولی جدیدن آهنگای ارمنی جدید
دارم روش کار میکنم. بعد یه سی دی جدیدم در راه، در فکر کنم تا سه ماه دیگه، سه چهار ماه دیگه فکر کنم. به سلامتی. آره. خب شنیدم خیلی فعال هستی، داری هنوزم رو آهنگان کار میکنی، میدونم سفرهای مختلفی رو در پیش داری و میری انشالله دور دنیا. آره الان داریم رو اروپا کار میکنیم، بعد دوستان هستن اونجا میخوان یه تور بذارن با هم تنهایی هم با آقای عارف. بعد دیگه عرض کنم خدمت شما آقای عارف الان لس آنجلس ها؟ فکر کنم هفته دیگه میان. اوکی. با عارف بخونی چه عالی. ما تورنتو برنامه داریم. آها اوکی. به زودی. به زودی تورنتو برنامه. ولی این هفته که دوباره تورنتو برنامه داریم ما سه شب و چیز دیگه 17 من آره 18 برنامه منه. جمعه هم که خانم شیلا هستن، شنبه آقای امیده، یک شنبه منم دیگه که برگردیم. بعد دیگه برنامه ما دیگه جشن مهرگان، جشن مهرگان، جشن همگان، بله بزرگترین جشن. خب ما برامون چه کارا و چه تایه تدارک دیدی هلن جان؟ میخوای اونجا آهنگای شاد، آهنگاتی همش ماشاءالله شاد خوبه دیگه، همه باش خاطره دارن، همشون خاطره دارن حتما. چند تا آهنگای خب آهنگایی که به اصطلاح آرومه، معمولا آهنگای آروم هم همیشه توی برنامه هم هست، ولی بیشترشون آهنگای شاد. به زبان انگلیسی هم میخونی؟ انگلیسی، اسپانیش، همه زبونی بلدی دیگه. رو اگه یادتون باشه اون آره اون شب بندیدم. بله بسیار عالی. برای همین دارم میپرسم. هر دوستای عزیز، هلن ماشاءالله یکی از خواننده‌هاییه که به زبان‌های مختلف مسلطه. ارمنی هم میتونه بخونه. ارمنی فکر نکنم بلد باشی بخونی. ها. ولی حرف میزنم. شوخی دارم با هلن. خب دوستای عزیز، همینجور که میدونین در خدمت هلن عزیز، خواننده محبوب با صدای مخملی هستیم. و هلن واقعا من کنسرتاشو رفتم، یعنی واقعا همشون خاطر انگیزه. و این برنامه روز 25 سپتامبر در وودلی پارک انجام میشه. و برای شما دوستای عزیز، برای کسایی که رانندگی نمی کنیم و یه خورده سختتونه، ما از الونتور خواهش کردیم. الونتور واقعا دوست خیلی خوب ماست. هلن جان 10 که با ما آگهی داره، آقای ویکتور و هلن عزیز. آره اسم خانمش هم هلنه. آره اسم اونم هلنه. آره. از خیابون سر گلندل و کالیفرنیا اتوبوس میذارن و برای دوستای توی لس آنجلسمون فدرال بیلدینگ تو خیابون ویلشر اتوبوس میذارن. حتما این برنامه رو تشریف بیارین. آقای مهداد آسمانی هستن، آقای فرامرز، دیجه فرامرز هست که هم خواننده هستن هم دیجه میکنن، آقای اردوان مفیدم که اونجا رو دیگه میریزه به هم دیگه. بله برنامه‌اش عالیه. و برای ما هلن جان خیلی جای افتخار و خوشبختیه که افراد مهمی مثل شهردار آقای اریک گارستی، کنگرسمن شرمن، آقای اسمبلی نظریان که ارمنی ایرانی هستن و کانسیلمنا، کانسیل وومنا، اینا همه میان. و این نشون میده که ما یکایی که ما چقدر توی این کالیفرنیا کار کردیم و زحمت کشیدیم که اسم ایرانو اونجوری نگه داریم که این برنامه‌ای که میذاریم افرادی که اصلا نمیدونن ایران کجاست و چیه حالا میان. مثلا شهردار که برای سیزده به در میاد، اپلا که داره میره پایین هم چی میکنه، سیمی مهرگان کیه؟ برای من خیلی جالبه که بشنوم که ما خودمون ایرانی ها شاید بیشتر ما ندونیم مهرگان چیه، ولی شهردار کل لس آنجلس میگه مهرگان کیه که اسکجول کنه برای برنامه ما بیاد. به هر حال
خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتی. میدونم که گلندر که تمام میاد اونجا دیگه، تمام گلندر رو بلند میکنن میارنش اونجا میذارن تو گودلی پارک. خب برای یه خودی به ارمنی دوستامون رو دعوت کن، دوستاتون رو دعوت کنیم، دوستای خودمون هم دعوت میکنیم. راوی رو مگزازی سیرالینر بر کسان هنگی تزی وودلی پارک دستنک به وودلی پارک هم. هلن جان خیلی آدرس سرراسته سر نبش خیابون وودلی و ویکتوریه. البته ما اونجا ساین داریم، میتونن ببینن، پلیس اونجا هست، پارکینگش مجانیه برای بچه ها، جامپرینا گذاشتیم. اتفاقا اون دوست ارمنیمونه که خیلی مجهز میاد، یعنی انقدر چیز برای بچه ها میاره که اصلا بچه ها دیگه دلشون نمیخواد پارک بیان بیرون. پارکینگش همچون که گفتم مجانیه، ورودیش 15 دلاره و برای بچه ها 5 دلار فقط چارج میکنیم که همه بتونن بیان. و این توی قلب ولی قرار گرفته، یعنی به گلندل نزدیکه، به لس آنجلس نزدیکه، به این وریا کلبسس و اینا خیلی نزدیکه. و امیدواریم که همه دوستامون تشریف بیارن و همینجوری که قبلنا اومدن و سپورت کردن، من مطمئنم که به خاطر هیچکی که نیام به خاطر هلن میان. من اینو بهت قول میدم. من که عاشق آهنگای آقای مهدادم، خیلی مهداد خیلی آهنگ شما رو دوست داره. خیلی جالبه، یعنی همه همان به ما گفتن که what a good match، میدونی؟ یعنی بر حسب تصادف شد شما و مهداد با هم شدینا، ولی آره همه میگن که چه انتخاب خوبی. یعنی هیچ کدوم از ایرونی ها تا الان نگفتن که مثلا خب چرا، همه گفتن چه انتخاب خوبی. پس من امیدوارم که شما و آقای مهداد مثل همیشه ایرونیا رو شاد کنین. و دیگه اونجا معذرت میخوام، مواد غذایی همه چیز هست، دوستای عزیز مواد غذایی نیارین. رستوران سفیر اونجا هست، گل و بلبل اونجا هست که هوام گرمه، همه بستنی ایرونی. بله. هوا خیلی گرم و خوبه. بله هوا گرمه. اونجا هوکا هست، بی بی سرا اونجا هست، چایی، زوبیا بامیه، باقلوا، همه چیز. بیکری بانو هست و من یه خورده فمینیستم هستم، دوست دارم خانم‌ها رو بیشتر باشون کار کنم. آقایون شما نشنیدیم من چی گفتم. بوتیک بیژن هم هست اونجا، بوتیک آقای بیژن، بوتیک آقای بیژن هم ایشالا یه روزی میان دیگه. یه روزی ایشالا از همین روزا ایشالا میان. گالری اش که واقعا لباساش خیلی زیباست، به هنرمندا خیلی دوست داره. با لباس آره دیگه، لباس آقای بهمن گالری عشق رو بپوشیم، بهمن بنت. و اینجا میخوام هلن جان هم از شما تشکر کنم و هم از یکایک ایرونیا. ما باید اینجا واقعا تشکر کنیم به خاطر اینکه اگر اینا نیان ما نمیتونیم مهرگان بذاریم، نمیتونیم سیزه به در بذاریم. دونه به دونه آدمایی که میان اونجا توی این کار سهیم هستن و جا داره که ما ازشون تشکر کنیم. این ادوانس بعدم ازشون تشکر میکنیم. ضمناً از بازرگانای عزیزمون که میان قرفه میگیرن، ما رو ساپورت میکنن چون خیلی خرج داره واقعا. حالا کارش بلد. که هیچی، خرجش هم زیاده دیگه. ما واقعا ممنون هستیم از همه. ببینیم کسی رو جان انداختیم. مرسدس بنز هست آف انسینو، انوش عزیزمون اونجاست. ویلز فارگو بانک همیشه ما رو سپورت کرده. فلم اینترنشنال شعله آقای مستشاری همیشه لطف داشتن به ما. صدف، گلچین، ایرانیان هاتلاین واقعا فوتو نگاه که باید عکسای خیلی قشنگی از هلم بگیره و دیگه کارا شاهکاره. خاطره خیلی کاراش خوبه. البنتور هم که دوست خوبمون گفتیم، الان هم که الان پرینتینگ هم که همیشه واقعا تفلکی بنرهای ما رو درست میکنه، فلایرامون رو درست میکنه. به هر حال میدونم که آماده سفر هستی، بیزی هستی،
بیشتر از این وقتت رو نمیگیریم، میریم یکی با یکی از آهنگا یا دو تا از آهنگای زیبای شما. چیزی شما داریم بفرمایید؟ منم خوشحالی که اونجا هستی. آره دیگه، آره. همه چی ایشالله که مرتب و منظم با شما ایشالله، ایشالله دیگه. حالا اگه مرتب و منظم هم نباشه به خاطر هلن ایشالله میشه. توکل به خدا. برحال هلن جان لطف کردی، همه شما رو میبینیم، میدونم راه دور اومدی و خیلی هم بیزی هستی این روزا، وقتتو بیشتر از این نمیگیرم. با یکی از آهنگای زیبات از دوستای عزیزمون خداحافظی میکنیم و به امید روز دیدار، روز 25 سپتامبر ساندی در وودلی پارک با هلن عزیز. ساندی روز چیز دیگه، پیکنیکه دیگه. بله دیگه، باید پیکنیک کنیم. خب دوستای عزیز گلندلیمون هم که تمام گلندل رو برداریم بیاریم به خاطر هلن، نه به خاطر من. همه میان. I love you هلن جان. مرسی، خیلی ممنون. تشکر. مرسی. اوکی قربانم. مرسی از شما، از همه. و پس ایشالله شما رو میبینیم. هفته و روزای خوب و خوشی بر همه آرزو میکنم. Love you so much. مرسی قربان. Love you guys. خدا نگهدار و شما دوستای عزیزو در وودلی پارک 25 سپتامبر منتظرتون هستیم. با ما باشین. دل واپست میشم از بس که مظلومی، توفانی تو چشمات داری و آرومی، تو دستای سردت سراب آتیشم، کنارتم اما دل با پست میشم. زندگی شیرینه اما کنار تو پر میکشم، اما توی هزار تو دل با پست میشم، جوری که میمیرم از خندت دلشونه میگیرم، شاید حواست نیست چقدر دوست دارم، که حتی یک لحظه تنها نمیذارم. دل واپست میشم جوری که میمیرم، من حتی از خندت دلشونه میگیرم، شاید حواست نیست چقدر دوست دارم، که حتی یک لحظه تنها نمیذارم. خوشحال و خوشبخته، ببخش اگه گاهی تحملم سخته، من به چشای تو یه جوری وابستم، که همه درها رو روی خودم بستم. تو هستی که روحم خوشحال و خوشبخته، ببخش اگه گاهی تحملم سخته، من به چشای تو یه جوری وابستم، که همه درها دل با پست میشم جوری که میمیرم، من تو از خندت دلشونه میگیرم، شاید حواست نیست چقدر دوست دارم، که حتی یک لحظه تنها نمیذارم. دل با پست میشم جوری که میمیرم، من تو از خندت دلشونه میگیرم، شاید حواست نیست چقدر دوست دارم، که حتی یک لحظه